یکی از اصلی ترین بحران هایی که مسلمانان فرانسه با آن مواجه هستند قانون ضد اسلامی است 25 انجمن و سازمان غیر دولتی در فرانسه خواستار لغو قانون ضد اسلامی شدند زیرا این قانون خطر جدی برای مسلمانان این کشور به شمار می آید همکارم علی اکبری گزارش می دهد بیش از 25 انجمن و سازمان غیر دولتی در فرانسه درخواستی به شورای دولتی این کشور برای لغو قانون اصول تقویت احترام به ارزش های جمهوری که به مبارزه با تجزیه طلبی اسلامی معروف است ارائه کردند. روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت این انجمنها و سازمانها در بیانیه ای مطبوعاتی درباره این قانون ضد اسلامی که آگوست 2021 میلادی تصویب شد اعلام کرد که این قانون خطر جدی برای نقض آزادی مؤسسه ها و انجمن هاست این قانون تعرض نامتناسب و ناهماهنگ به آزادی انجمن هاست این سازمانها ها اعلام کردند که ابهام در متن قانون میتواند تواند منجر به تصمیم گیری های خودسرانه شود. در این بیانیه آمده برخی از فعالیت های سازمانی مانند نافرمانی مدنی به طور مستقیم با قرارداد منافات دارد. اصول قرارداد تعهد جمهوری خواه در قانون احترام به آزادی و برابری برادری کرامت انسانی وزیر سوال نبردن چارچوب سکولار جمهوری دولت فرانسه و عدم اختلال در نظم عمومی است این قانون فضای گسترده ای برای پنهانکاری و سوء استفاده مقامات این کشور قرار می دهد. این قانون جنجال برانگیز که به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان در فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت از تجزیه طلبی اسلامی به اصول تقویت احترام به ارزش های جمهوری تغییر نام داد. 25 انجمن و سازمان به جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری نسبت به محتوای این قانون که جامعه مسلمانان را هدف قرار داده است هشدار دادند.